امروز 5 سپتامبر است و شما برنامه خبری رادیو زودی رو تماشا دارید. در 15 دقیقه دیگر من شالوگل خواجه خبر و گزارش رو معرفی میکنم، اما قبل از این به سرخط موضوع روز توجه کنید. علیرغم انتظاری ها، افتتاح چرخه دوم نیروگاه روغن با افزایش نرخ برق در تاجیکستان برابر می آید. برق روغن را دیدیم 6 ساعتی هم نرخ سر نخیزد، بهترین برای خلق تاجیک می شود که بسیار خلق را شکایت نکنند. وقتی پایها از حرکت ماندند، با دو دست راه رفتن را آموخت و قصه جوانی که به معیوب ماندنش سوزش نکرد. چیگست از هم تیف ولی این تام خواهی میخیستم و میغلطم با دهان میزم میخیستم بزم زونم میکن پیشونی میکافی دام وعده است، اما مکتب نیست. صدها خواننده در نویه وحدت برای رسیدن به مکتب از روی خطرناک و کپروکی لرزان میگذرند. یخ کده گیا میچرته میزنه در طول کپروک یخی وقت میغلطه ما همه میترسن. مقامات تاجیک میگویند چرخه دوم نیروگاه برقی آبی روغن 9 سپتامبر به استفاده داده میشود. چرخه دوم نیروگاه در شرایطی به کار میدرآید که از ماه جاری تعرفه نو پرداخت پول برق عملی میشود. هرچند ساکنان امید داشتند که این قراری حکومت بکار میگردد، ولی نشد. ساکنان حالا باید برای هر یک کیلووات ساعت برق نه 19 درم بلکه بیش از 22 درم پردازند. ادامه موضوع در گزارش تلویزیونی نستایش وریمه که آن را مومین احمدی تقدیم میکند. بالاروی نرخ نیروی برق ساکنان تاجیکستان را آزرده کرده است، چون به این هم از بیکاری و مزد پس در پرداخت پول برق مشکل میکشیدند. مردم در حیرت است که با وجود رشد ساحه انرژتیکا چرا نرخ برق پیوسته زیاد میشود. این هم در حالی است که بالاروی نوبتی در آستانه به کار انداختن چرخه دوم نیروگاه راغون صورت میگیرد. یک گل گلزار کردن رحمت میگیم جناب ده لیکن خیر کمتر ارزان کنه. میخوایم که همه که روغن های خودمون که بهترین شبه اگر روغن ها دیگیم چیز سرتی هم نرخ سر نخیزه بهترین برای خلق تاجیک می شود که بسیار خلق تاجیک شکایت نکنه، زندگی مردم تاجیک بسیار بهترین می شود. خدا گفتیم که همه کسی روغن با کار دروی هم اینه دیگیم شد چون با کار می دروی هم با از اون ترش ها خوبتر می شود. ما ترش داریم که از اون ترش ها نشبت پیشین ها با برعکس با قیمت ترش هست. بالاروی نرخ نیروی برق نه تنها ساکنان بلکه اقتصادشناسان را نیز شگفت زده کرده است. مقامات میگویند تعرفه نو برای کاهش خراجات تولید برق و قرضداری بزرگ شرکت برقی تاجیک است. اقتصادشناسان بر اینند که مقامات به نوع میخواهند قرض تقریبا 2.5 میلیارد دلاری شرکت را از جیب اهالی پرداخت نمایند. هر دفعه بعد از بالا بردن قیمت نیروی برق معاش کارمندان این ساحه را نیز بلند میبرند. یعنی خلاصه کردن ممکن است که ما باید برای فایده کارمندان این ساحه سهم گذاریم. من هیچ وقت نشنیدم که برقی تاجیک برای رشد ساحه مبلغی کلان جدا کرده باشد. آنها همیشه قرض دارند. مقامات تاجیکستان قیمت نیروی برق را هر سال زیاد میکنند. در 5 سال اخیر قیمت آن تقریبا دو برابر افزایش یافته است. مسئولان برق تاجیک از صحبت در این باره خودداری میورزند. آنها میگویند این قرار حکومت است و به حکم اجرا درآمده و جای بحث ندارد. رو میریم به موضوع دیگر. آغاز تحصیل در تاجیکستان برای والدین ده ها کودک در نویه وحدت شروع باز یک موسم تعلقه است. فرزندان آنها تا رسیدن به مکتب چند روی پرخطر رو میگذرند. یکی از آنها کپروکی لرزان است که در گذشته کودکان از بالای آن افتادند. زرنگیز نوروشوف و امردین علیموف خطر این کپروک را آزمودند. همه در جو سلای اوش میغلطی لباسمون جزیر میشه و چومون با بو کسل میشن با چی بومو چکنی این پوپشومون میدارن از کیومون جزیر میشه لباسمون همه کش جزیر میشه با مادرمون جنگون میکنن با میگه که چی در لباسات جزیر کده؟ دریا قسمت خطرناکترین روح شفاعت به مکتب است. او و هم سبقانش با کمک هم دیگر هر روز دریا را عبور میکنند. خیلی مجبور میز گنیم دوستم همی قبل میری دست به دست میکنی. یا بوده که از درای ما عبوردک مردک ای همونجا میترسه. گذشتن از دریا این بار برای انیسا باز هم مشکل تر بود. ما هر روز
پاتینکو می برآوردم بعد درم گذاشتم امروز نبروردم کات گل کی داشتم. از دریا هم کودکان تنها در فصل گرما و کم آب بودنی آن امکانی گذشتن دارند. در دیگر فصل ها راهی آنها باز هم دورتر و خطر هم بیشتر می شود. قریب 300 طلبه از چهار دهه جماعت بزرگبای برون و فینوهیه وحدت 4 کیلومتر را تا مکتب طی می کنند. این پول را خوانندگان مکتبی رقم 69 دهه جوانان کپروک لرزونک نام گذاشتند که واقعا کپروک لرزونک هم هست و در سه فصل سال خوانندگان محض از همین کپروک گذشته به مکتب می روند. کودکان درست هم گفتند که محض در ان همین بین کپروک احساس ترس آدم را فرا می گیرد. مخصوصا در یاسه رو بس من تصور می کنم که چقدر کودکان بیچاره می ترسند. مخصوصا در فصل زمستان گذشتن از کپروک مشکل می شده است. تند کپروک یخ کده گیا می چرته می زنه دطور کپروک یخی وقت می غلطه. والدان نمی خواهند فرزندانشون از مکتب دور مانند. هم از قانون می ترسند و هم از آینده ای اونها. اما می گویند صحتی فرزندان برایشون مهم تر است. سه فرزند مکتب می خونه. دخترچه کلونیم سالی گذشته در آب غلطید. دو بچه ما سرگزید، ای جهتی که مکتب مون هم دوره ای، هم رحمون بیزه بای خودتون دیدین رحمون ها. در دخترچه ما در آب غلطیده گه دو نفر گیفتن آیوب، اگرین همه گیفتن میرفت دخترچه. والدان و ساکنان دهات میگویند چند سال باز به مقامات برای حل این مشکل مراجعه میکنند و هر بار برایشون وعده ساختمان مکتب داده میشود. مقامات میگوید ساختمان مکتب در این جماعت به نقشه گرفته شده است. ما بچه رفتیم مراجعه کردیم. همه مقامات را مراجعه کردیم، دستگیری کردن، گفتن که ما همی را وعده دادن که ما همی را میکنیم. ای سبب برای چی ما زبان کوتاه شدیم در پیش حکومت که برای که همین نابونه‌هایی که هستند اینها همه همی را در قید وزن بسیارش ماندگی نیستند. برنامه را ادامه می دهیم. شهر رخه که زمان مرکزی گروه به نام دولت اسلامی بود به تدریج بسوزی می شود. عین زمان مردم هنوز هم می ترسند که مبادا حلقه های خوابیده دویش دیگر بوره سر برداشته از آنها که آرامونه در زیر نظر مقامات زندگی دارند نیکور بگیرند. همین مقامات بودند که با شکست دویش مردم را از ظلم جنگ جان خلاص کردند. کمرسیاتو گزارش می دهد. آبی رودخانه فرات از نهر در این شهری یک زمان اشغال شده جاری است. اینجا رقه در سوریه است. زمان پایتخت خلافت گروه دویش بود که قلمروهای وسیع سوریه و عراق را در دست داشت. این شهر بعد از جنگ سخت و محو جنگجویان که سالها در رقه حکمرانی میکردند به آهستگی احیا میشود. با احیای آن ترس مردم هم زیادتر شده است که میگویند حمله ها افزودند و تندروان منتظرند که از نو برخیزند. از نظر نظامی دایش شکست خورد ولی حلقه های پنهان و ساکت دارد که برای مردم خطرناکند. وحشت حکمرانی گروه تندروی دولت اسلامی از یاد مردم نمی رود. اول وقت آمدند گفتند که ما مسلمان هستیم و ما با آنها باور کردیم. ولی وقتی یک نفر را برای دزدی دستگیر کردند به میدان نعیم آوردند و دستش را بریدند. میدان نعیم را در عهد دایش جهنم نام دادند چون سرهای بریده متهمان به جاسوسی و جنایت را اینجا روزها سری نیزه نگه می داشتند. این میدان فوتبال زندان وحشتناک بود. در باغ این آثارخانه مینه های کاشتشان حالا هم باقی است. باغ نیمه ویران است، ورزشگاه را پاک کردند و دیوار میدان نعیم را دیگر کردند. ولی این تغییرات خاطره تلخی ساکنان رقه و ترس آنها از بازگشت گروه تندروی دولت اسلامی را از بین نبرده است. برمیگردیم به تاجیکستان. معیوبیت حکم نیست. دلیل روشن این گفته ها جوان است از نویه مومن آباد که تمام عمرش این مبارزه است. نپذیرفتن یارو بچه معیوبی، تنه دادن به مایوسی و برخواستن بدی هر افتادن ها. اگر با پا نشد پس بود است. اسفندیار 29 ساله هنوز نقشه و آرزوهایی دارد که شاید پخش این گزارش و نمایش مهارتش او را برای رسیدن به قله مراد چند قدم نزدیکتر خواهد کرد. گزارش مامجان رحمتزاده را در تهیه رستم جانی با هم ببینیم. اسفندیار دو سال داشت که پایهایش از حرکت ماندند. با دو دست راه رفتن را آموخت و با این قابلیتش شهرت یافت. نوید، اون سال جنگ بود که دیگه ایجور رفتن همه مخکم هست. جوی میره ایجور کرد.
تابستانش کین شد. والدین میگویند او از خردسالی تلاش میورزید، برخیزد. با معیوب ماندنش تن نمیداد. بعدم چیگستوشم چیگست چویدم پشتی خونه چیگست ازم شکا. چیگست ازم تیف ولی این کام خواهی میخیستم و میغلطم با دهان میدم. میخیستم میزم زونم میکن. پیشونی میکافیدم. عذاب بخی بعدم تای مکتب هم یک بلا اوکم میرفتیم. اسفندیار در 8 سالگیش به مکتب رفت. او خود اصرار ورزید به مکتب برندش. یاردنش میدادیم خیفرش میگرم که زیغ نشه. مثال همین مهیبه هیچ نکنه مهیبه خچه. خلاف پندار دوستان اسفندیار به معیوب ماندنش سازش نمی کرد. بلکه مطمئن بود به پا میخیزد. روز دارن همه گشتم ایزو میکشیدم هم سویو. شب نماز شام میگذشت بعد همین راسته پشتی خونه دارم شب میشدم لو بابولا امرتم ای لو بابولا امرتم بعد بومیم دایجا خیلی من جمعه این پنج من بروس مروس هم باشم خونه دارم بعد. اسفندیار 29 ساله است 27 سال زحمت کشید و حالا بادو پا میستد اما همان بادو دست حرکت کردنش او را در زادگاهش شخصی نجیب کرده است. سادا می بروم مایس ایس می بروم بلند ایوس پرفورمادن نمیتونم های پومدا بعدسم تیز می بروم چند شونه بوشا. این استعداد اسفندیار در شبکه‌های اجتماعی هزارها هواداری خود را پیدا کرده است. اسفندیار می‌خواهد در دستخوابانی استاد شود. او در یک سبقت جمهوریوی هم جای دوم را گرفت. شش بسیار میکنم بو که ما هم با هم چیو ارزوم براسم مخین. او را دائم در تالار ورزش میبینند. اسفندیار کالج تیبی را هم ختم کرده است و صاحب یک فرزند است. جای کار ندارد. 150 سامانی نفقه به روزگار نمیرسد. امید دارد استعدادش او و عائله‌اش را به بی‌نیازی میرساند. برای این شب و روز تمرین میکند. و افزایش کودکان کارگر در افغانستان مایه نگرانی مقامات شده. زندگی قهرمانی گزارش بعدی مکیان را تایری سفر تقدیم میکند. بازگوی حال حاضر هزار نورسی افغانست که باری وزین روزگاری خانوادهشان را روی شانه های کوچک خود میکشند. شکرالله 16 ساله هفته 3 روز در اینجا کار میکند. بالاتر از توانش وزن میبردارد، سیمین میبرد و بیل میزند. 3 روز مکتب میرم، 4 روز کار میکنم. میشه و دیگه کامتم دیگه از سای خوب است. این علاقه داری که مکتب بروی؟ آخی علاقه داری مکتب برین دیگه یک چیزی شیم داینده. شکرالله روزانه 300 افغانی یا کمتر از $3 به دست میارد. همکارانش میگویند کارش بسیار سخت است. ما مجبوری میریم اشم ساختمانی بلند نمیتونه سیمیت و ریگه بالا کنه در سری ستون ها. شکرالله تنها کارگر نیست، درس هم میخواند. سینف هفتم است ولی هفته 3 روز به درس میآید. و ما میخوام در آینده یک دکتر شوم اما زندگی چی؟ زندگی روزگاری خراب چی داریم رسیدگی نمیتونم یک روز میام در روز نه. کارگری و تحصیل تنها مسئولیتش نیست، مسئولیتی بزرگتر سرپرستی آیله 8 نفری را هم بر عهده دارد. من غیر از شکرالله جان دیگه اوار خانه ندارم، نمی اگر سرش گونه میره و مردی کاری میکنه ای مجبوری گو مکتب میره و حیث دلم با مکتبش میسوزه و حیث. این تنها شکرالله نیست که در بدخشان افغانستان از کودکی کاری سخت میکنند، عینی سرنوشت را هزاران کودک دیگر دارند. حامیان حقوق افغان نگران زندگی و آینده آنها شدند. داشته که 200 هزار تیفل در سطح بدخشان مصرفی کار شاقه می باشند. نگرانی ما را البته بیشتر ساخته. نوجوانی که باید تنها مشغول تحصیل باشد، 3 مسئولیت وزنین را بردوش دارد. سرپرستی خانواده، تأمین خرج و خراجات خانواده و باز کردن راه به آینده خود. فقر و تنگ دستی سبب شده است. هزاران شکرالله دیگر در بدخشان از همین راه بروند. برنامه امروزی ما به پایان میرسد، اما من بینندگان عزیز فردا شما را در نوید بامداد انتظارم. ساعت 7 صبح وقت پراگا. خدا نگهداری هر یکی شما باشد.